به نام خدا، محمد رضا خسروی هستم با قسمت نهم آموزش الکترونیک ویژه کنکور کارشناسی ارشد در خدمت شما هستیم. تو این قسمت به توضیح راجع به بحث ساده و راحت ماک سوینگ یا همون حداکثر نوسان متقارن ولتاژ خروجی میپردازیم و میبینید که اینم راحت حل میشه، چیز خیلی سختی نیست. اجازه بدین براتون با یک مثال ساده این رو توضیح بدم. همونجور گفتم ماکس سوینگ وی اوت. فرض کنید یه ترانزیستور داریم، کاری ندارم که حالا مثلا این سری مقاومت و اینا داره، چیزای مهمش رو میکشم وی سی سی. اینجا طبیعتا مثلا یه مقاومت داره، خب به هر یه چیز سری چیز برای بایاس میخواد، من اونا رو نکشیدم، فقط دو چیز مهمش وی آی و وی او برای من مهمه با وی سی سی. پس ما یه همچین ترانزیستوری داریم. اگه یه همچین ترانزیستوری داشته باشیم، مثلا وی آی ما یه ولتاژ سینوسی باشه با دامنه 3 میلی ولت، بدیمش به بی جی تی، مثلا این بی جی تی ماست، همین بی جی تی که داریم که بهرش منفی 100 ولت و وی او دی سیش مثلا 7.5 ولت. وقتی ما ورودی AC سینوسیمون رو میدیم به یه ترانزیستور بی جی تی با بهره مشخص و یه وی او دی سی مشخص، این چی میشه؟ این سینوسیه میپره میره دور وی او دی سی. یعنی اگر این باز نمودار ما باشه و این وی او دی سی ما باشه که 7.5 ولته، این سینوسیه اولین اتفاقی واسش میفته میدوه میپره روی این، پس اولین اتفاقی که میفته از رو صفر میپره رو هول دی سی، آفستشه دیگه، دی سی آفستشه، اون مقدار دی سی که باید بپره بالا. خب میپره هول دی سی، خب پرید هول دی سی شد. حالا که هول دی سی شد، به خاطر آ مقدارش هم تغییر میکنه، 100 برابر میشه. یعنی این فاصله تا اینجا تا اینجا، این فاصله 3 میلی ولت بود، رنگ قرمز بکشم، ولی این فاصله که اینجا هست چون 100 برابره باید 300 میلی ولت باشه، درسته؟ حالا کاری فعلا به علامتش نداشته باشیم، یعنی اینجوری میشه که این 300 میلی ولته، اون این در واقع 3 میلی ولت بود چون آ 100 برابر شد، پس این شد 300 میلی ولت. علاوه بر این منفی هم هست. منفی یعنی چی؟ یعنی عکس بشه نمودار نسبت به محور وی او، دیگه نسبت به وی او باید عکس بشه، اشتباه نکنید نسبت به این عکس کنید، چون این رفته هول وی او دیگه عکس شدنش نسبت به خود وی او، که یعنی این شکلی میشه ضربه در منفی که بشه در واقع این شکلی میشه، مقدار که همون 300، فرقی که کرد قرینه شد نسبت به وی او میو ادیسی، این هم که 7.5 بود، درسته؟ خب پس یه ترانزیستور یه مقداری بهش دادیم، به ورودی بود یه بی جی تی که بهره منفی 100، وی او دی سی 7.5، این ورودی میدوه میپره هول دی سی، وی او دی سی به مقدار منفی 100 برابر ورودی نوسان میکنه، این شکلی شد 7.5، 300 میلی ولت بالاتر و 300 میلی ولت پایین تر، میشه 7.5، مثلا میشه 7200 تا 7800، یه همچی حدودی داره نوسان. خب این خیلی خوب، هیچ مشکلی هم نداره. اما فرض بکنید ما داریم راجب چی بحث میکنیم؟ راجب نوسان. اگر VCC من برفرض 10 ولت باشه، داریم بحث میکنیم VCC و 10 ولت در نظر بگیریم،
چرا 10 ولت رو میخوام نشون دادم؟ برای که میخوام بگم این نوسان در صورتی درسته که بالای 10 ولت نره. چرا؟ چون شما فرض کنین مثلا یکی دادین 3 میلی ولت، خب بهره اصلا 10,000 باشه، یعنی شما توی حالت ماکسیموم یه ولتاژ 30,000 میلی ولتی که میشه 30 ولتی دارین، در حالی که VCCتون 10 ولته. چجوری؟ از کجا تولید شده؟ مگه میشه ما بدون منبع بتونیم یه ولتاژ مناسبی داشته، یه ولتاژی داشته باشیم؟ به هر حال این ولتاژ باید یه منبعی تولید شده باشه دیگه. پس حواستون باشه وقتی ما میگیم مثلا VO 100 VI هست، نگید چه خوب ما یه ولتاژ کوچیک داشتیم تونستیم 100 برابرش کنیم، حالا یه ولتاژ بزرگی داریم. خب این ولتاژ بزرگ به هر حال نیازی به منبعی داره که تا اون مقدار رو برای ما ساپورت بکنه. اگر ما VCC رو مثلا 5 ولت داشته باشیم، VO هر چقدر چند برابر VI هم بشه نمیتونه بیشتر از 5 ولت یا 10 ولت که به مقدار VCC بشه. این مثل این میمونه که شما مثلا یه بلوک داشته باشین، 2 ولت بهش بدین، 200 ولت ازش بگیری، هیچی هم اون وسط هیچ منبعی هم نداشته باشین که ساپورت کنه این مقدار رو برای شما. اینجوری اصلا دارین قانون انرژی ها رو زیر سوال میبرید، چون ما میگیم انرژی نمیتونه اضافه یا کم شه، بلکه میتونه از نوع به نوع دیگه تبدیل بشه، به هر حال یه مقدار ثابتیه دیگه. پس بعد ما این انرژی رو تولید بکنیم، وگرنه اینجوری اصلا جهان هستی اصلا به هم میریزه، در واقع منفجر میشه همه چی. خب پس واسه همینه که میگم باید این نوسان تو بازه VCC باشه. یعنی چی؟ یعنی این اختلاف منظورمه، کاری نکنه که این بزنه مثلا بالای VCC. بذارین مثلا مثال بزنم، ورودی شما فرض کنید جای 3 میلی ولت 50 میلی ولت باشه، این 50 میلی ولت، اینم منفی 50 میلی ولت. خب اینو بدیم به همون BJT، طبیعتاً این میره اینجا، بعد که منفیش بکنیم این شکلی میشه، درسته؟ این 7.5. خب این 7.5 50 ضرب در 100 دوباره بعد بشه دیگه، بهره اون 100 بود، 50 ضرب در 100 میشه چقدر؟ میشه 5000 میلی ولت. 5000 میلی ولت 5 ولت. پس این اختلاف 5 ولته. 5 ولت یعنی چقدر؟ یعنی 7.5. 5 ولت بالاترش میشه 12.5، درسته؟ 5 ولت بالاترش میشه 12.5، این هم میشه منفی 12.5. 5 ولت پایین ترش. خب من اینو دارم میگم، میگم شما الان در حال حاضر یک ولتاژ 12.5 ولت داریم دیگه، تو این نقطه ولتاژ 12.5 ولت، درسته؟ آیا ما توی این ترانزیستور اصلا جایی داریم که ولتاژ 12.5 ولت برای ما تولید کنه؟ میگم نه، ما VCC حداکثر میتونه 10 ولت برای ما تولید کنه، در حالی که ما الان 12.5 ولت توی این نقطه داریم. خب این امکان پذیر اصلا نیست، قانون انرژی ها نقض میشه. ما منبع تولیدی DCمون باید یه جوری باشه که بتونه اینو تأمین کنه، منبع تولید DC یعنی VCC باید بتونه این رو تولید بکنه. 12.5 ولت بیشتر از منبع تولیدی ماست، پس این امکان پذیر نیست. به خاطر همین این قسمت اصلا وجود نداره، این حد اکثر میتونه تا 10 ولت رو تولید کنه، چون VCC ما 10 ولته. بذاریم باید رنگ دیگه نمیستم مشخص باشه. VCC ما 10 ولته، مساوی VCC. خب بلتب و منفی 10 ولت که حالا منفی شوی کاری نداریم. خب پس همون جوری که میبینید VCC 10 ولته، یعنی اینجا
این قسمت بالا اصلا وجود نداره، وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، چون مثلا انقدر ولتاژ نداریم، ما منبع ولت DC مون 90 ولته. پس چی میشه؟ اینجا که میرسه اصطلاحا برش میخوره و نمودار ما این قسمتش این شکلی میشه، یعنی این قسمت بالا هضم میشه. اجازه بدیم من پاک کنم دوباره بکشم، یعنی این شکلی میشه. اگر اینجا باشه 12.5، اینجا باشه 10 ولت، اینجوری میشه. در حالی که به قانونن میرفت تا اینجا، قانونن میرفت تا اینجا، ولی به خاطر اینکه منبع اون دی سی مون 10 ولت دیگه نهایت اینجا برش میخوره. خب برای همین اصلا بحث ماکسوین مهم میشه، چون میبینید ما نمیتونیم همون بهره رو ضرب کنیم سریع بگیم همون میشه. علاوه بر این چیزایی مثل وی سی سی، یه چیزایی دیگه مثل اینکه ترانزیستور اشباع یا قطع بشه، اینها واسه ما اهمیت داره. و ما چون ترانزیستور رو میخوایم تو ناحیه فعال استفاده کنیم، این مشکلات و دغدغه هایی که وجود داره بحث ماکس سوینگ رو به وجود میاره، برای که بفهمیم باید تو چه زمینه نقطه کار و اینا رو چه جوری تنظیم بکنیم. خب این بحث ماکس سوینگ بود که اصلا ما کاری نداریم تو کنکور به این چیزا. من اینو فقط گفتم برای که دوستان با بحث ماکس سوینگ آشنا بشن، اصلا بحث چیه، چه قضیه، از چه قراره، همینطور یه توضیحات دیگه رو متوجه بشن راجع به ترانزیستورها. ببینید ما برای حل سوال کنکور اصلا این کارا رو نیازی نیست انجام بدیم، روشی که من میگم رو میریم به راحتی به جواب درست میرسیم. اون این هست، اون کاری که ما میخوایم بکنیم. مراحل به دست آوردن ماکس سوینگ، ماکس سوینگ ولتاژ خروجی. خب گوش بدین این مراحل رو به راحتی، بعد یادش کنین که بعد سوال رو که حل کردیم مشخص میشه چی کار داریم میکنیم. یک، وی او در حالت دی سی. یعنی چی؟ یعنی وی او دی سی رو به دست بیار. پس وی او در حالت دی سی رو به دست بیار، یعنی تحلیل دی سی کن، وی او شو به دست بیار. خب وی او شو به دست آوردی. دو، ولتاژ دو سر خازن ها را در حالت دی سی محاسبه کرده و با منبع ولتاژ به همان مقدار جایگزین کن. یعنی چی؟ یعنی بیا دو سر خازنه دارد دی سی که داشتی بررسی میکردی تا الان، ولتاژ دو سرش رو به دست بیار. دو سر خازن رو فرق نمیکنه، خازنه که بایپس یا کوپلاژه، یعنی موازی یا سری، فرق نمیکنه. ولتاژ دو سرشون رو به دست بیار، ورشون دار، یه منبع ولتاژ بذار با همون مقداری که به دست آوردی هر جا بود. حالا حل کنی میفهمی منظورم چی. این کار انجام بده. سه، وی آی رو دست کاری کن، یعنی زیاد و کم کن تا به مرز اشباع
یا به مرز قطع برسد. برای حالت اشباع با بی سی ای 100 وی او را به دست بیار و همینطور برای حالت قطع. ببخشید باز هم عذرخواهی میکنم اگر بد خط من رو واقعا ببخشید، هم خطم بده هم شرایط جوری که دیگه واقعا بهتر از اینم البته خیلی نمیشد. باز هم عذرخواهی میکنم، میخونم یه بار این حالت سوم. وی آی رو دستکاری کنی، زیاد کم کنی، یا وی آی زیاد میکنی میبینی میرسی به اشباع یا قطع، حالا فرق نمیکنه یکیش، میرسی به اشباع یا قطع. خب مثلا رسیدی به اشباع، اگر به مرز اشباع، وقتی یعنی چی؟ یعنی وی آی رو زیاد میکنی، بعد تغییراتی که بررسی میکنی میبینی ترانزیستور داره میره تو اشباع. خب فرض میکنه اینقدر وی آی زیاد کردی که ترانزیستور رفته تو اشباع، خب تو وقتی بره به مرز اشباع برسه وی سی ای 100 میشه، وی سی ای میشه وی سی ای 100 دیگه، یعنی مثلا 2/10 میشه. پس وی سی ای میذاره 2/10، بعد یه گذاشتی 2/10 دوباره وی او رو به دست بیار، درسته؟ این یه وی او میشه. بعد حالا مثلا وی آی کم میکنی ترانزیستور میره تو قطع، همین که رفت تو قطع یعنی انقدر کمش میکنی که بره تو قطع، بعد دوباره وی او رو به دست میاری، سه تا وی او داری، درسته؟ این سه تا وی اویی که داری رو اگر یادداشت کردیم بریم مرحله 4، سه وی او رو اجازه اینجوری بنویسم، سه وی او رو در یک نمودار رسم کنید، هر کدام که تا وی او دی سی فاصله کمتری داشت را به عنوان در واقع حد اکثر نوسان در نظر میگیری. یعنی چی؟ یعنی ویو توی این رو رسم میکنیم، هر مدویس فاصله کمتری داشت در واقع آن فاصله را، پس ستا ویو رو توی نمودار رسم میکنیم، هر کدوم که تا ویو و دی سی فاصله کمتری داشت اون فاصله رو به عنوان حد اکثر نوسان در نظر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من سه تا ویو رسم میکنم، حالا مثالش رو براتون میزنم حتما، این ویو دی سی مون مثلا، درسته؟ بعد یکی دیگهش میکشم اینجا میشه، یکی دیگهش هم میکشم اینجا میشه، این میشه مثلا ویو مین، این هم میشه ویو ماکس، درسته؟ خب همون جوری که میبینید این دوتا فاصله رو به دست میارم، یکی این یکی هم این، این دوتا فاصله رو به دست میارم، وی او دی سی تا وی او مین و وی او دی سی تا وی او ماکس، هر کدوم کمتر بود این فاصله یا این فاصله، هر کدومش کمتر بود اون فاصله میشه حد اکثر نوسان. الان برم یه مثال حل کنم کاملا این دیگه واضح میشه. بریم یه مثال با هم حل کنیم تا اینو خوب بفهمید، امیدوارم متوجه شده باشین، ولی اگر هم نشدین اصلا نگران نباشین، الان با یه حل، با حل یه دونه مثال کاملا دستتون میاد. بریم. خب سوال رو ملاحظه میکنید، این سوال همونجور که میبینید یه ترانزیستور کشیده و با مقادیری که بتاش بی نهایت، وی سی ای 100 در حالت برمزش با صفره و وی بی ای آن 6/10، درسته؟ و از ما چی رو میخواد؟ از ما حد اکثر سوینگ متقارن خروجی، یعنی حد اکثر نوسان متقارن خروجی، دامنش احتمالاً میخواد از ما. مشکلی نداره، خیلی راحت میشه به دست آورد. مراحل اگر جلوتون داشته باشین یا اگر ندارین خب مثلا میتونین حفظ کرده باشین. به هر حال
مراحل با هم میخوایم بریم جلو، کار عجیب و غریبی نمیخوایم بکنیم. مرحله اول چی بود؟ وی او رو در حالت دی سی به دست بیاریم، یعنی تحلیل دی سی. توی تحلیل دی سی چی بود؟ خازن اتصال باز کن، اینجا پس نیست درسته؟ پس این انگار یه مقاومت، دو تا مقاومت سریه، یک با یک و چهاردام، دو چهاردام. خوشبختانه به طور دیگه داری بی نهایت، یعنی بزرگ نداری، یعنی وقتی به تو گفتی بی نهایت یعنی جریان بیس رو صفر بگیر، پس جریان از این نمیگذره. پس وقتی جریان از این نمیگذره ولتاژ این جا چقدره؟ و جریان از این نمیگذره یعنی ما میتونیم با یه تقسیم ولتاژ، ولتاژ اینجا رو به دست بیاریم. اجازه با رنگ دیگه بنویسم اگر یادتون باشه، ما مثل این سوالا رو حل کردیم. ولتاژ اینجا میشه چقدر؟ 20. ما ولتاژ این دو سر رو میخوایم از اینجا تا زمین. وقتی میگیم ولتاژ اینجا یعنی وقتی من اس نیاوردم ولتاژ کدوم، نگفتم ولتاژ دو سر، مثلا گفتم ولتاژ این نقطه، حواستون باشه یعنی ولتاژ این نقطه نسبت به زمین که زمین اینجاست، یعنی میشه ولتاژ این مقاومته. اینجا که جریان نمیره بازه، میشه 20 به روی 20 به علاوه 20 ضرب در 6، یعنی 1/2 6 میشه 3 ولت. پس اینجا ولتاژش 3 ولت درسته. خب این که 3 ولت باشه، اینم که خودش گفته 6/10 درسته، این 3 ولته، اینم خودش گفته 6/10. این که 3 ولت باشه، این یعنی اینور بیس 6/10 از امیتر بزرگتره دیگه، اختلاف ولتاژ اینجوری میگه. پس اینور 6/10 از اینور کوچیکتره، 6/10 از 3 کوچیکتر میشه چقدر؟ میشه 2/4. پس اینجا ولتاژش 2/4. خب ولتاژ اینجا رو به دست آوردم 2/4. خب اگر ولتاژ اینجا 2/4 جریان این شاخه چی میشه؟ ابتدا منهای انتها تقسیم بر مجموع مقاومت ها. پس جریان گفتیم ابتدا یعنی 2/4 منهای انتها که زمینه تقسیم بر مقاومت، 2/4 تقسیم بر 1/1/4 یعنی 2/4. پس میشه آی کلکتور میشه 2/4 تقسیم بر 2/4 که میشه 1 میلی‌آمپ. واضحه دیگه، 2/4 منهای 0 تقسیم بر 1/1/4 یعنی 2/4 1 میلی‌آمپر. آی سی رو به دست بود، ما میخوایم وی او دی سی رو به دست بیاریم دیگه، وی او دی سی رو میخوایم به دست بیاریم. خب این شد 1 میلی‌آمپر. وی او رو میخوام 1 KVL از اینجا تا اینجا میزنم، وی او به دست بیاریم. این وی اوه. وقتی آی امیتر من برای این نمیشم آی کلکتور، چون بتا بی نهایته، آی به صفره، آی کلکتور امیتر با هم مساوی دیگه. آی کلکتور 1 میلی‌آمپره، پس این هم 1 میلی‌آمپره، یعنی این 1 میلی‌آمپره. در واقع درست بود اینجا بنویسم آی امیتر، بعد بگم آی امیتر با آی کلکتور مساوی، حالا دیگه چون مساوی بودن مشکلی نداره. خب پس این 1 میلی‌آمپره. خب 6 منهای وی او تقسیم بر 1 شده 1 میلی‌آمپر. 6 منهای وی او تقسیم بر 1 کیلو شده 1 میلی‌آمپر دیگه، ابتدا منهای انتها تقسیم بر 1 کیلو شده 1 میلی‌آمپر. پس وی او چقدره؟ وی او شد 5 ولت تو حالت دی سی. وی او تو حالت دی سی تو پرانتز بنویسم شد 5 ولت. این مرحله یک بود دیگه، وی او رو باید تو حالت دی سی به دست می آوردیم، خیلی هم آسون به دست آوردیم. گفتیم این جا چون جریان نمیگذره، ولتاژ اینجا چقدره؟ تقسیم ولتاژ 1/6 میشه 3 ولت. اینجا که 3 ولت، اینجا 2/4 و 2/4 تقسیم 2/4 1 میلی‌آمپر. اینجا که 1 میلی‌آمپر، اینجا 1 میلی‌آمپر، چون بتا بی نهایته. این که 1 میلی‌آمپر باشه 6 مساوی آی به علاوه وی او، آی هم 1، 6 مساوی 1 به علاوه وی او، وی او میشه 5 ولت. یعنی که میگیم 6 منهای وی او تقسیم بر 1 ابتدا منهای انتها تقسیم بر مقاومت میشه جریان. وی او در حالت دی سی شد 5 ولت. خب وی او رو به دست بیاریم تو حالت دی سی 5 ولت. مرحله دوم چی بود؟ ولتاژ دو سر خازن ها رو به دست بیار تو حالت دی سی. خب یه خازن بیشتر نداریم، ولتاژ دو سر این چی میشه؟ مگه جریان این 1 میلی آمپر نبود؟ جریان این بود 1 میلی آمپر. خب ولتاژ این دو سر چی میشه؟ 1 KVL اینجا بزن، چون اینجا زمینه، اینجا رو ما مثبت تر بگیریم. یک KVL که بزنیم VSC میشه چقدر؟ 1/4 ضرب در 1، 1/4 میشه درسته؟ چرا؟ چون VSC منفی VSC به علاوه 1/4 ضرب در 1، پس VSC میشه 1/4 ولت. خب اینم از دی.
پس ولتاژ دو سر خازنم به دست آوردیم. بیاین یه بار مدلش کنیم دوباره ترانزیستور رو تو حالت جدید که ببینیم چه شکلی شد. این 1.4، اینم 1 کیلو، طبیعتا اینم یه مقاومت، اینم 6 ولت، اینم یه، درسته؟ وی‌آی وقتی وی‌آی رو نکشیده، وی‌او اونجاست تو امیتر هم که طبیعتا نیست، منظور که ورودی اینجاست، حواستون باشه این ورودی رو نکشیده بود توی چیزی که دیدین، درسته؟ چون وقتی که خروجی اینجاست و اینجام همونجوری که دیدین به زمین وصل شده بود، پس قطعا ورودی این بر بهش وصل میشه. پس خودتون نگید مثلا وی آی نیست، ما کجا وی آی باید عوض کنیم، وی آی خودتون بگیرین اینجا، نگران هم نباشین. خب گفتیم مرحله بعدی اینه که من اینجا فقط اون مقداری که دستمان رسدم وی سی ای 100 بود 0 و من وی او تو حالت دی سی رو به دست آوردم 5. خب گفتم وی آی رو دستکاری میکنیم و وی او رو به دست میاریم. یعنی چی دستکاری میکنیم؟ یعنی بیاین یه بار وی آی رو خیلی زیاد کنیم، وی آی رو بیاین خیلی زیاد کنیم. ما وی آی رو خیلی زیاد کردیم اینجا. وقتی وی آی خیلی زیاد میشه چه اتفاقی میفته؟ مگه این ولتاژ تو حالت ای سی تی نیست؟ اجازه رنگ قرمز بنویسم. وقتی داریم حرف از زیاد کردن میزنیم یعنی نوسان، پس یعنی ای سی. خب توی ای سی مگه این تی نیست؟ خب تی که ما یه طرفش رو داریم، طرف مثبتش رو زیاد میکنیم. خب زیاد کنیم یعنی تی زیاد میشه. تی زیاد چه؟ یعنی چی زیاد چه؟ یعنی جی ام تی زیاد چه دیگه، جریان اینجا جی ام تیه، درسته؟ پس یعنی جریان این شاخه زیاد چه. خب وقتی جریان این شاخه زیاد میشه، اگر دقت بکنیم، اگر جریان این شاخه زیاد بشه، به نظر شما وی او کم میشه یا زیاد میشه؟ خب به من میگید وی او مقدارش چیه تو حالت ای سی؟ وی او مگه مقدارش نیست؟ منفیه. این 1 کیلو بود دیگه، منفی 1 ضرب در جی ام تی، درستی یا نه؟ همینه دیگه. وی او وی او ما میخوایم دست بیاریم تو حالت ای سی، این زمینه این بالا. اگر زمین باشه وی او میشه منفی 1 ضرب در جی ام تی. خب منفیه. خب من اگر تیم زیاد داره میشه وی اوم چی میشه؟ کم میشه دیگه، چون الان من منفیه. پس وی او رسیدم به این نتیجه که آی کلکتور زیاد شد و رسیدم به این نتیجه که وی او کم شد، درسته؟ خب اگر وی او کم بشه یعنی اینجا کم بشه دیگه، این سره کم بشه. خب وقتی اینجا کم بشه یعنی وی سی ای کم شده. چرا؟ چون وی سی ای میشه وی سی منهای وی ای که وی سیش کم شده. وی سی منهای وی ای وی سیش کم شده دیگه. خب وی سیش کم شه یعنی وی سی ای کلش کم شه، چون یه عبارت مثبت کم شده. خب وی سی ای که کم بشه یعنی چی؟ یعنی نزدیک بشه به حالت اشباه، درسته؟ یعنی هر چی وی سی کم بشه، مثلا وی سی چون تو حالت فعالیم مثلا 3 ولت 4 ولت، خب هی کم میشه کم میشه میرسه به اشباه دیگه. پس این نتیجه میده میریم به اشباه. همینو بررسی کردیم، میگه یه بار وی آی زیاد کنیم ببینیم اشباه میشه یا قد، دیدیم میره به اشباه.
گفتم واسه چی میریم بهش با یه بار دیگه توضیح میدم. وی آی رو زیاد کردیم، خب تی زیاد شد، تی زیاد شد، جی ام تی زیاد میشه، جی ام تی که زیاد بشه وی او میشه منفی جی ام تی ضرب در یک، چون داریم چون تو حالت ای سی وقتی زیادش میکنیم منفی جی ام تی ضرب در یک، خب منفی جی ام تی که زیاد شه وی او کم میشه، پس وی او کم شد، وی او که کم بشه وی او همون وی سی دیگه، خب وی سی کم شده وی سی ای هم کم میشه بالتب، چون وی سی منهای وی ای میشه وی سی، خب وی سی کم شده یه قسمتش، پس وی سی کم شده، خب وی سی که کم بشه یعنی داریم وی سی داره میرسه به هم که وی سی سطحمون صفره، یعنی داره هی کم میشه تا برسه به صفر که برسه به اشباع و دیگه بدترش بشه که دیگه ما نمیخوایم، میخوایم به مرزش برسه، پس رفتیم به اشباع. درسته؟ خب گفتیم وقتی رفتی به اشباع توی مرز اشباع وی سی سطح بذار وی او رو به دست بیار، وقتی رسیدی به اشباع دوباره اینجا رسیدی به یه نقطه که مرز اشباست، خب اینجا که دیگه بحث نوسان نیست، اونجا ثابتی، پس دوباره باید حالت دی سی رو به دست بیاری. پس من یه بار ترانزیستور رو میکشم اینجا، اجازه با رنگ مشکی بکشم، این ترانزیستور من این 1.4، این هم 1، این هم وی او، این هم 1. خب درسته؟ خب وقتی رفتیم بهش با این وی سی سطحه چقدره؟ مقدارش صفر، چون گفته وی سی صد صفر، پس اینو صفر میکنم، میگم یه کیویل راحت میتونم از این بالا به این ور بزنم، آی رو به دست بیارم، بعد وی او به دست میاد، بگم 6 مساویه آی به علاوه آی 6، از این ور مساویه آی به علاوه اینجا که صفره، صفر به علاوه آی به علاوه 1.4. آی چقدر میشه؟ 2 آی میشه 4.6، آی میشه 2.3. خب آی رو به دست آوردم 2.3، آی که 2.3 باشه وی او چقدر میشه؟ وی او میشه 6 منهای 1 ضرب در 2.3، 6 منهای 1 ضرب در 2.3، واضحه دیگه، یه کیویل اینجا تا اینجا بزنه 6 مساوی 1 ضرب در 2.3 به علاوه وی او، پس وی او میشه 6 منهای 1 ضرب در 2.3 که میشه 3.7 اگر اشتباه نکنم. درسته؟ خب پس یه وی او دیگه هم به دست آوردیم وقتی که وی آی رو زیاد کردیم، اینم یه دونه دیگه، یه دونه دیگه مونده وقتی وی آی رو کم بکنیم، پس تا اینجا امیدوارم مشکلی وجود نداشته باشه. بریم سراغ کم کردنش. الان من اینجا می نویسم ویو دی سی شده 5 ولت، وی او چون کم شده بود پس میشه ویو مین، اصلا ویو کمتر از 5 ولت 3.7، پس ویو مینه، اون یکی قطعا بیشتر از 5 ولت 3.7. حالا بریم سراغ قسمت بعدش، دوباره میکشم این رو 6 1.4، 1. خب اینم وی او، اینم 1. حالا این وی آی اون دفعه زیادش کردیم، این دفعه باید کمش کنیم دیگه، طبیعیه دیگه. خب این تی، اگر من وی آی رو کم بکنم اتفاقی که میفته چیه؟ وی آی کم میشه، کم میشه، این تیه داره کوچولو میشه، تیه که کوچولو بشه جی ام تی کوچولو میشه، تی کوچولو میشه. درسته؟ جی ام تی که کوچولو بشه وی او زیاد میشه، درسته؟
اما من اینو میگم، جی ام تی مگه کوچولو نمیشه؟ یعنی این جریان داره کم میشه. من گفتم خیلی میخوام کمش کنم، پس چون خیلی کمش میکنم انگار جریان رو مثلا برسونم به صفر، در حد صفر. چون خیلی کمش میکنم و جریان میرسه در حد صفر، پس عملا داریم به قطع نزدیک میشیم. از طرفی میگم کاملا درسته، چون وی او باز اینجا میشه منفی یک ضرب در جی ام تی، چون جی ام تی کم شده پس وی او زیاد میشه، و چون وی آی رو کم کردم و جی ام تی داره کم میشه و من خیلی کم دارم میکنم، یعنی جریان کلکتور رو خیلی، جی ام تی یعنی جریان کلکتور دیگه، این یعنی آی کلکتور، آی کلکتور خیلی کم بشه، یعنی آی بیس خیلی کم بشه، آی بیس خیلی بیشتر تازه کم بشه، پس انگار به قطع نزدیک بشه چون جریان خیلی داره صفر به صفر نزدیک میشه، پس میریم به قطع. خب قطع خصوصیتش چیه؟ جریان صفره. تو این حالت ویو رو به دست بیارم ببینم، اگه جریان کلکتور صفره، خب این جریان صفر باشه، یک ایویل اینجا بزنین، 6 مساویه صفر ضرب در یک به علاوه ویو، پس ویو میشه چقدر؟ میشه 6. خیلی راحت به دست اومد، این که خیلی آسونم. خب ویو 6 گفتم، ستاشو تو یه نمودار میخوایم بکشیم، ستاشو تو یه نمودار بکشین، این 5 ولت، این 3.7 و این 6 ولت، درسته؟ خب الان فاصله تا وی او دو سی اینجا 1 ولت، اینجا چقدره؟ 5.7 چقدر میشه؟ میشه 1.3. خب کدوم کمتره؟ 1 ولت. پس میگم ماکس سوینگ متقارن خروجی از چقدر؟ 1 ولت. خیلی راحت بدون هیچ فرمولی به دست اومد. امکان داره مثلا این بزنتون میاد بگین طول کشید، من میگم نه خیلی طول نمیکشه اگر با سرعت حمل عمل کنیم، به خصوص اینکه بیشتر وقتایی که اینجوری میدن سوال چند تا ترانزیستوره، وقتی چند تا ترانزیستوره ما از اون فرمولایی که تو کتابای مختلف هست نمیتونیم بریم، پس چرا ما بیایم با فرمولی بریم که بعضی وقتا امکان داره در واقع عملیاتی نشه، اصلا کار دور مناسبی نیست. اینجوری دیدین خیلی راحت به جواب رسیدیم. حالا میریم چند تا سوال حل میکنیم، ببینید انقدرم پیچیده نبود، همونجور که دین این سوال هم به راحتی حل شد. حالا امکان داره یه کمی مثلا یه ایراداتی داشته باشین، ولی خب این ایرادات قابل رفع. بریم سراغ مثال بعد با هم حلش کنیم تا بیشتر یاد بگیریم. خب سوال دیگه ای که ملاحظه کنید، همونجور که میبینید دوباره دو تا ترانزیستور این دفعه، بعد به ما گفته بتا 100 وی سی در حالت اشباه، در مرز اشباه منظوره 0.2، و اینکه خب میبینید یه منبع AC، یه منبع DC، ولتاژ خروجی، و سوال از ما حد اکثر دامنه سوینگ متقارن خروجی رو میخواد. باز هم ما همون روشی که گفتم و میریم دیگه، اول وی او بعد در حالت DC رو به دست بیاریم. خب تو حالت DC قبلا با هم بحث کردیم، 0.7 اینجاست، طبیعتا 0.7 هم اینجاست، ما دیگه توی کیویل وازی و کیسیل وازی قوی شدیم، میگیم این که صفره، اینجا 0.7 بیشتر باشه پس اینجا 0.7 چون سیمه، اینجا هم 0.7، خب اگر اینجا 0.7 باشه اینجا باید 0.7 از اینجا بیشتر باشه، پس اینجا ولتاژ 1.4، به راحتی ولتاژ اینجا رو به دست آوردیم. یه بار دیگه میگم برای دوستانی که احیانا شاید تحلیل دیسی هنوز یکم مشکل دارن، اینجا صفره، وقتی اختلاف ولتاژ یه مقداریه به این معناست که قسمت مثبت، طرف مثبت به اون مقدار که اینجا 0.7 از قسمت منفی بیشتره، پس اینجا 0.7 از قسمت منفی بیشتره، قسمت منفی هم صفره چون به زمین وصله، پس اینجا 0.7، اینجا 0.7 از 0.7 بیشتر، پس 1.4، اینجا 1.4. خب تحلیل DC داریم میکنیم، پس این منبع ولتاژ AC باید عملا اتصال کوتاه باشه تو حالت DC، پس این نیست، اتصال کوتاه 1.5، جریان این شکلی رو میخوام، درسته؟ 1.5 منهای 1.4
ابتدا منهای انتها تقسیم مقاومت بین 1.5 منهای 1.4 میشه 1/10 تقسیم بر 10 شد چقدر؟ 1/100 میلی آمپر. 1/100 میلی آمپر. خب این شد 1/100 میلی آمپر، این که شد 1/100 میلی آمپر. اگر دقت بکنین میدونیم آیه کلکتور بتا برابر آیه بیسه، یعنی 100 برابرش یعنی چقدره؟ یعنی 1 میلی آمپره. خب این اگر 1 میلی آمپره، من به راحتی KVL اینجا بزنم، ویو به دست میاد. ویو چقدر میشه؟ 5 مساویه 2 ضرب در 1 به علاوه ویو. ویو چقدر شد؟ تو حالت دی سی ویو شد 3 ولت. خیلی راحت به دست خود. خب این حالت دی سی موندی بود که اول باید به دست میاوردیم که به دست بردیم. مرحله دوم چی بود؟ خوازن داشتیم، ولتاژ دو سرش رو معامل ولتاژ خوب خوازن اینجا نداریم، پس این هم میره کنار. مرحله سوم چی بود؟ بیاین وی آی رو دستکاری کنیم، یا همون وی اس دیگه اینجا میشه، باید دستکاریش کنیم و ترانزیستورا رو اشباقتش ببینیم چی جوری وضعیتش. خب اینجا وی آی، پس ما الان اگر وی اس، حالا اینجا وی اس زیاد شه، اگر وی اس زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ خب وی اس زیاد شد، گفتیم این توی حالت دی سی، تو حالت ای سی، چون داریم بحث زیاد شدن میکنیم یعنی نوسان، وقتی یه نقطه رو میخوایم بحث کنیم دی سی، حالت دی سی، ولی وقتی داریم زیاد شدن رو بحث میکنیم ای سیه، پس اینجا تیه این دو سر. خب مگه اینجا دو سرش تی نیست؟ اجازه بدین با یه رنگ دیگه بزنم که با این هفته هم قاطی نشه. اینجا تیه، درسته؟ خب این دو سر تیه، خب این دو سر تیه، این طرفش زیاد. خب وقتی اینجا زیاد شد، چون این مقاومت تغییر خطیه، این برم 100% زیاد شده، اینجا زیاد میشه، خب این تیه، گفتیم وقتی زیاد میشه جریان اینجا زیاد میشه، چون این جی ام تیه، خب تی داره زیاد میشه، پس جی ام تی هم طبیعتا زیاد میشه، پس آیه کلکتور زیاد میشه، پس وی اس نتیجه میده آیه کلکتور زیاد میشه. خب آیه کلکتور زیاد شد، وی او چیه فرمولش تو حالت ای سی؟ چون داریم زیاد شدن رو، باز میگم چون داریم زیاد شدن رو بحث میکنیم، بعد ای سی باشه، وقتی یه نقطه تو نقطه مشخصی داریم بحث میکنیم دی سی، چون زیاد داره میشه، پس این زمین تو حالت ای سی، وی او میشه منفی 2 جی ام تی، 2 جی ام تی. خب جی ام تی که هم آی کلکتور داره زیاد میشه، وی او پس کم میشه دیگه، چون علامت منفیه برعکس همه، پس این نتیجه میده وی او داره کم میشه. خب وی او داره کم میشه، یعنی وی کلکتور داره کم میشه، درسته؟ و چون داره وی کلکتور کم میشه، این ترانزیستور داره به اشباع نزدیک میشه، چون وی کلکتور کم میشه، وی کلکتور امیتره، پس اگه ترانزیستور بذارم 1، اینو بذارم 2، میگم وی کلکتور امیتره 1 داره کم میشه، طبیعیه دیگه، خود کلکتورش داره کم میشه، پس وی کلکتور امیترش داره کم میشه، پس ترانزیستور اولی داره به اشباع نزدیک میشه، Q1 به اشباع نزدیک میشود. اما دوستان من، دانشجویان عزیز، دقت بکنید، اگر Q1 داره به اشباه نزدیک میشه، دیگه اینجا نمیتونیم بحث و خاتمه بدیم، Q2 هم هست، یعنی ما وقتی VI رو دستکاری داریم میکنیم، میبریمش بالا، باید بر همه ترانزیستور رو بررسی کنیم. خب ترانزیستور Q1 که بررسی کردیم، گفتیم به اشباه نزدیک میشه، ترانزیستور Q2 چه وضعیتی پیدا میکنه؟ میگن استثنان اینجا ترانزیستور Q2 هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون ترانزیستور Q2 اگر دقت بکنین، وی کلکتور امیترش یه مقدار ثابته. چرا ثابته؟ خب خیلی بدیهیه، مگه اینجا صفر نیست؟ اینجا 0.7، یه KVL اینجا بزنید، وی کلکتور امیتر چند میشه؟ وی سی ای 2 میشه منفی وی سی ای 2 به علاوه 0.7. خب وی سی ای 2 چقدر میشه؟ میشه 0.7. خب وی سی ای 2 یه مقدار ثابته، 0.7 که از 0.2 بیشتره، پس این هیچ وقت اشباع قطع اینا نمیشه، مشکل نداره، ترانزیستور همیشه اوکیه. خب پس
اینجا چون این همیشه وی کلکتور امیترش هفته همه دیگه نمیخواد بررسی کنیم، یعنی اگه وقتی اینجا رو بردیم بالا خیال راحت میگیم این ترانزیستور زودتر بهش با نزدیک میشه و این ترانزیستور رو کاری نداریم دیگه، الان چون یه مقدار ثابت وی سی ایش کاری بهش نداریم. حالا توی سال بعد که چند تا ترانزیستور و این شکلی هم نیست با هم اون قسمت رو بررسی میکنیم اگر دوتاشون میتونستن اشباع یا قطع بشن چه وضعیتی پیش میومد، ولی اینجا چون این نیست همینه دوباره ادامه میدیم مثل سال قبل. خب Q1 بهش با نزدیک میشه، Q1 که بهش با نزدیک بشه گفتیم چیکار میکنیم، میام اینجا رو میگیریم VSE100، VSE100 چقدره؟ 2/10. ویو رو یه بار دیگه حساب میکنیم، خب اینو بگیریم 2/10 5 مساویه 2i به علاوه 2/10 به علاوه 7/10 به علاوه 0 دیگه، درسته؟ البته اینجا آی به دست میاد، چقدر میشه؟ 2/10 7/10 9/10 منهای بند 4/1 آی میشه 4/1 تقسیم بر 2. خب آی شد 4/1 تقسیم بر 2. ویو چقدر میشه؟ 5 منهای 2 ضرب در 4/1 تقسیم بر 2 شد چقدر؟ شد 9/10. حتی من یه اشتباه خیلی بدی کردم دیگه، نیازی نمو نگاه کنم، وی او این 7/10 شده، گفتم دیگه این 7/10 بیشتره، پس اینجا 7/10 اینجا بیشتره، اینجا 7/10 پس اینجا 7/10. خب اینجا هم 7/10، اینم که گفتیم 2/10 در نظر میگیریم، پس اینم 2/10 این میشه 9/10 دیگه، نیازی نبود آی رو به دست بیارم. پس وی او تو حالت که میشه وی او مین، اگر دقت بکنید وی او وقتی بهش با نزدیک میشیم یو مین میشه ویشه 9/10. من اول اومدم گفتم 5 مساوی 2 آی به علاوه 2/10 کیویل این شکلی از بالا به پایین زدم، ولی خب نیازی نبود، از وی او کیویل میزدیم پایین به دست میومد، چون اینجا مقاومت که نداشتیم میشد وی او مساوی مثبت منفی 2/10، چون گفتم بعد اینجا 2/10 بگیریم وی او رو دوباره به دست بیاریم، وی او میشه به علاوه 2/10 به علاوه 7/10 از این ور می‌بینیم به علاوه 7/10 به علاوه 0 وی او میشه 9/10. خب یه بارم وی آی رو زیاد می‌کنیم دیگه، اینجا سری می‌نویسم عذرخواهی می‌کنم، وی آی زیاد کردیم، وی آی کم می‌کنیم اینجا، وی اس، وی اس رو کم می‌کنیم. خب وی اس رو کم کنیم چی میشه؟ باز اینجا کم میشه، یعنی آی کلکتور کم میشه، پس خیلی بدیهیه، البته وی او هم خب طبیعتاً زیاد میشه ولی ترانزیستور به قطع میره، به قطع میره. چی گفتم چرا به قطع میرود؟ چون داریم ولتاژ رو کم میکنیم، هی داریم میگیریمش به صفر نزدیکش میکنیم، خب وقتی کم بشه آی بیس هم کم میشه و طبیعتاً به قطع میره. خب اگر به قطع بره مرز قطع یعنی که جریان صفر باشه دیگه، اگه جریان صفر باشه ویو چقدره؟ خب این صفره، پایین میفته روی ویو، پس ویو ماکس میشه 5 ولت، خیلی بدیهیه دیگه، قطع بشه 5 مساوی 2 ضرب در 0 و علاوه ویو، ویو میشه 5. خب ویو 3 تا ویو رو به دست آوردیم، 3 تا ویو رو خیلی راحت بدون هیچ دغدغه‌ای به دست آوردیم، یه ویو دی سی داریم 3 ولت، یکیش هم 9/10 یکیش هم 5. اینجا اگر من بکشم این 3 ولت که دی سی مونه، وی او دی سی این 9/10 اینم 5. الان اگر من با قرمز بکشم این 2 ولت، این چه مقداره؟ 2/1. خب کدوم کمتره؟ این 2 ولت کمتره دیگه، پس میشه ماکس سوینگ وی او میشه 2 ولت.
خیلی مهمه، دقت کنید تو گزینه ها 100% دو امکان داره باشه، دو یه دهم باشه، حتی 9 دهم امکان داره باشه. شما میگی 9 دهم، اه همین که به دست آوردم همینه. حواستون باشه فاصله باید مینیموم باشه، که این فاصله مینیمومه، پس 2 ولت. میبینید خیلی راحت داریم به دست میاریم، اصلا مشکلی نداره. اینم یه سواله خیلی خوب. بریم سریع سوال دیگه با هم حل کنیم. خب سوال آخری که براتون حل خواهیم کرد، در واقع همون جوری که ملاحظه میکنید یک سوالیه که 2 ترانزیستور Q1 و Q2 رو داره. VC100شون صفره، VB در حالت آنشون 6 دهم. این 5 ولته و اینم منفی 3 ولته. ماکس سوینگ متقارن ولتاژ خروج. خب مراحل رو به ترتیب میریم. مرحله اول چی بود؟ ویو در حالت دی سی به دست بیاریم. تحلیل دی سی این منبع ای سی دیگه، پس اتصال کدام میشه؟ این میشه صفر. اگر این صفره چون این 6 دهمه، این صفر درسته، پس اینجا صفره. این میگه این چون منبع دی سیه، این ورش 6 دهم از این ورش بیشتره. خب اینجا صفر نیست، اینجا 6 دهمه. اینجا اگر 6 دهم باشه، خب اینجا 6 دهمه. این چی میگه؟ میگه اینجا 6 دهم از اینجا بیشتره. خب این ور مگه 6 دهم نیست؟ پس اینجا میشه چقدر؟ میشه صفر. پس اینجا شد صفر ا، پس وی او شد صفر. وی او تو حالت دی سی شد صفر. خیلی راحت به دست بود. گفتیم اینجا 6 دهمه، 6 دهم نه صفر، باید بشه 6 دهم، پس اینجا صفر. وی او تو حالت دی سی شد صفر. مرحله اول تمام شد. مرحله دوم ولتاژ خازنه باید دست میاریم، که خازن اینجا نداریم. مرحله سوم بعد وی اس رو دستکاری میکردیم. خب ما وی اس رو اگر زیاد بکنیم چه اتفاقی میفته؟ وی اس رو زیاد بکنیم، مگر این تی نیست؟ این قرار شد تی باشه. اجازه بدیم رنگش رو عوض کنم که با اون یکی قطعی نشه. اینجا تی درسته؟ خب مثبت و منفی تی. اینجا رو زیاد کردیم، پس تی زیاد شده. تی کجا بود؟ این جی ام تیه، این هم جی ام تی. تی رو زیاد کردیم، پس جی ام تی زیاد میشه. جی ام تی هم آی کلکتوره، یعنی آی کلکتور زیاد میشه. خب چون جی ام تی زیاد میشه، اگر ما بخوایم وی کلکتور رو به دست بیاریم، یعنی وی اینجا دیگه، وی کلکتور میشه چی؟ فرض کنید اینجا یه مقاومتی داره سیم، یه KVL از 5 بزنید تا وی کلکتور. ما میگیم چی؟ میگیم 5 مساویه آر سیم در جی ام تی به علاوه وی کلکتور. من از 5 یه KVL زدم تا وی کلکتور، 5 مساویه جی ام تی در آر سیم، بگیم سیم یه مقاومت محدودی داره، به علاوه وی کلکتور. درسته؟ خب پس وی کلکتور میشه چی؟ 5 منهای جی ام تی ضرب در آر. خب چون داریم بحث میکنیم که آی کلکتور بره بالا و نوسانه، یعنی 5 صفره دیگه، یعنی این 5 چون مال حالت دی سی صفره، نداریمش. درسته؟ کاری بهش نداریم. خب همون جوری که ملاحظه میکنید وی کلکتور با جی ام تی در فاز مخالفن. من میخواستم اینو اثبات کنم که وقتی جی ام تی میره بالا، وی کلکتور مجبوره بیاد پایین. یعنی این نتیجه میده که وی کلکتور کیو یک میره پایین. چی شد؟ یه بار دیگه گفتیم خب اینجا رفت بالا، پس تی رفته بالا، چون قسمت مثبت تی زیاد شده، پس تی زیاد شده. تی زیاد شه و جی ام تی زیاد میشه. جی ام تی که زیاد شه، از این بالا KVL بزنید بیاد پایین، 5 مساوی جی ام تی در آر سیم، یه مقدار معدودی مثلا مقاومت بگیریم اگه صفر نشه، علاوه وی کلکتور. وی کلکتور پس چی میشه؟ میشه 5 منهای جی ام تی در آر. چون داریم میگیم بره بالا، خب 5 رو باید در نظر نگیریم چون حالت ای سی، پس صفر. اگر باشه هم مشکل نداره، مهم اینه که ما بدونیم وی کلکتور با جی ام تی در فاز مخالفه. چرا؟ چون یه علامت منفی داره.
پس اگر جی ام تی رو زیاد کنیم وی کلکتور کم میشه، وی کلکتور کم شد. اگر دوستانم مشکلی دارن یا گیج شدن مشکلی نداره، حفظ کنن ترانزیستور ان پی ان، وی بیسش رو زیاد کنیم وی کلکتورش میفته، کم میشه. این است. امیترش چه بحثی پیش میاد؟ خب برای که امیترش رو بس کنین، بیاین بگین وی امیتر چی میشه؟ وی امیتر فرض کنین اینجا زمینه. خب ما میخوایم یه KVL کوچیک بزنیم برای که متوجه بشیم. اصلا مهم نیست که حالا همه رو در نظر بگیریم. الان دقت بکنید، اگر این ترانزیستور رو در نظر نگیریم، وی او این جی ام تی همش بیاد بره تو این، وی او میشه 5 جی ام تی. خب مگه وی او نمیشه 5 جی ام تی؟ مثبت دیگه. پس وی او با جی ام تی در فاز موافق هستن، یعنی همون مقداری که جی ام تی زیاد میشه، یعنی جی ام تی اگه زیاد شه وی او هم زیاد میشه، درسته؟ وی او چیه؟ وی او وصل به امیتر، همون امیتره، یعنی وی امیتر زیاد میشه. پس این نتیجه وی کلکتور کیو کم میشه و وی امیتر کیو 1 زیاد میشه، وی او هم زیاد میشه، چون وی امیتر و وی کیو 1، وی امیتر و وی او 1، درسته؟ پس وی بیس رو زیاد کردیم، گفتیم وی کلکتور به دلیل این کیویلی که زدیم و در فاز مخالف قرار گرفت کم میشه، و به دلیل اینکه این وی او میشه 5 جی ام تی اگر اینو در نظر نگیریم، در فاز موافقه، پس اگر اینجا رو زیاد کنیم وی امیتر هم زیاد میشه. اگر دوستان باز هم میگم مشکلی دارن حفظ کنن، اصلا چیز مهمی نیست که اثباتش رو نیاز باشه یا اگر ندونی مثلا عوض بشه ای تون تون. ترانزیستور ان پی ان اگر وی بیس رو زیاد کنیم وی کلکتور کم میشه، وی امیتر زیاد میشه، این رو حفظ کنم. خب وی امیتر زیاد شد، وی کلکتور کم شد، پس وی کلکتور امیتر کم شده دیگه، چون وی کلکتور امیتر اینجا می نویسم وی کلکتور امیتر میشه وی کلکتور منهای وی امیتر. خب وی کلکتور زیاد شده، اسخای میگم وی کلکتور کم شده، وی امیتر زیاد شده. خب این حاصل چی میشه؟ وی کلکتور امیتر کم میشه دیگه. پس کیو 1 به اشباع می رود. اما نکته ای که اینجا خیلی خیلی مهمه بدونیم این که نمیتونیم الان گفتیم کیو 1 به اشباع میره سریع بیایم کیو 1 رو به اشباع بگیریم و ویو رو به دست بیاریم، چون یه ترانزیستور دیگه هست. بعد ببینیم اون ترانزیستور وقتی این نخواد بره تو اشباع اون امکان داره بره تو کجا. پس اینم اول بررسی کنیم. خب وی گفتیم وی امیتر این ترانزیستور کیو 1 داره زیاد میشه دیگه. خب وی امیتر ترانزیستور این به چی وصله؟ به وی کلکتور ترانزیستور کیو 2. انگار پس وی کلکتور ترانزیستور کیو 2 داره زیاد میشه. اینجا ادامهش اجازه بدن که مشکی بنویسم که فرق کنه، رنگ قرمز بهتر بنویسیم. ادامهش وی او که زیاد شه وی سی دو زیاد میشه، طبیعه دیگه. امیتر کیو یک یا وی او اینجا همون وی کلکتور کیو دوه. خب این زیاد شد، امیتر هم که کارش نداره، مثلا اون سر جاش هست، چی میشه؟ وی کلکتور زیاد شد، پس وی کلکتور امیتر داره زیاد میشه، پس عملا به اشبا نمیره، قطع هم که نمیتونه بشه چون این وصل به منبع جریان، پس نمیتونه قطع شه چون این وصل به منبع جریان، وقتی یه منبع جریان داره جریان بیس میده، هیچ وقت جریان بیس هم نمیتونه صفر شه، جریان کلکتور هم همیشه همیشه در واقع برقراره، یه جریانی داره چون بیس همون یه جریانی داره. چون اینجوریه پس این قطع نمیتونه بشه، و چون وی کلکتور امیترش هم داره زیاد میشه، طبیعتاً داره ازش با فاصله میگیره به سمت فعال بودن، پس دیگه مشکلی نداره تو این حالت. پس خیلی راحت میتونیم کیو یک رو اشباع فرض بکنیم و ویو رو به دست بیاریم. خب کیو یک رو اگه اشباع بگیریم یعنی چقدر؟ یعنی باشه صفر، چون وی سی 100 صفر دیگه. خب اگه صفر باشه 5 میفته اینجا، ویو دقیقا میشه 5. این برای حالت وقتی وی اس رو زیاد میکنه. یک حالت دیگه بریم
وقتی من دیگه سری میکشم این 1 میلی آمپر بود، این هم یه مقاومت 5 کیلوی، این هم یه. خب گفتیم وقتی وی اس، حالا دیگه این قسمت های دیگه من با دی سی و بی خیال شدم چون مهم نیست، میخوایم بررسی کنیم. حالا وقتی وی اس رو کم بکنم، وقتی وی اس رو کم بکنم چه اتفاقی میفته؟ این جریان بیس، جریان کلکتور قرار شد کم شه دیگه، چون تی داره کم میشه، جی ام تی کم میشه. وقتی اون جریان کلکتور هم کم میشه، امکان داره به صفر برسه. کاری نداریم که وی کلکتور زیاد میشه اینا. امکان داره به صفر برسه. این رو بدونید که اگر وی اس کم بشه، خب چون تی کم میشه، جی ام تی کم میشه، یعنی آی کلکتور کم میشه. تا اینجاش که مشکلی نیست. و گفتیم چون آی کلکتور با وی کلکتور تو نزدیس ان پی ان تو فاز مخالفه هم، پس وی کلکتور زیاد میشه، دقیقا برعکس حالت قبل. ولی این مهم نیست، مهم اینه که چون آی کلکتور داره کم میشه به صفر میرسه، پس این ترانزیستور داره قطع میره، درسته؟ دو پس کیو یک به قطع میرود. اما ما که نمیدونیم ترانزیستور Q2، بعد Q2 رو هم بفهمیم چه وضعیتی پیش میاد براش، اول Q2 رو هم بررسی بکنیم. خب وی کلکتور زیاد شد، وی کلکتور زیاد شد، گفتیم تو فاز مخالف بود، ولی وی امیتر با جی ام تی تو فاز موافق بود، پس وی امیتر چی میشه؟ کم میشه. وی امیتر کم میشه. چرا کم میشه؟ چون گفتیم وقتی این کم بشه، اینجا تو فاز موافق بود، اگه یادتون باشه گفتیم وی او میشه 5 جی ام تی، جی ام تی اگر کم بشه خب وی او هم کم میشه، وی او هم همون وی امیتره، پس وی امیتر کیو 1 کم میشه. خب وی امیتر کیو 1 چیه؟ وی امیتر کیو 1 همون وی کلکتور کیو 2، پس وی کلکتور کیو 2 هم کم میشه. خب وی کلکتور Q2 کم بشه یعنی چی کم شده؟ وی CE2 کم میشه دیگه، چون وی CE2 هست، وی CE2 منوی وی E2. خب وی سیش کم شده، پس وی CE2 کم میشه، پس ای بابا Q2 هم امکان داره بره به اشباه. دو به اشباه میرود، درسته؟ یعنی وقتی ما وی اس رو کم میکنیم، Q1 به قد میره، Q2 به اشباه میره. خب ما باید حالتی رو در نظر بگیریم، ما داریم روی مرز بحث میکنیم دیگه، باید اون مرزی باشه که یکی از این دوتا اتفاق افتاده باشه، یعنی اگر Q2 قطعه دیگه به اشباه نرفته باشه، چون دیگه خرابه دیگه، اگر Q1 قطع باشه به اشباه رفته باشه، یعنی خیلی وقت به اشباه رفته. پس اگر یعنی Q1 قطعه دیگه Q2 نباید اشباه باشه، یا اگر Q2 اشباهه دیگه Q1 نباید قطع باشه. پس ما این قسمت رو چجوری میفهمیم؟ خوب دقت کنید، میایم یکیشو خودمون در نظر میگیریم، یعنی مثلا فرض میکنم Q1 قطع شده باشه، مثال قبل وقتی Q1 رو قطع در نظر گرفتیم، VO رو هم به دست میاریم، مشکل نداره. حالا Q2 رو هم بررسی میکنیم که اشباه شده یا نه. اگر اشباه نشده بود، خب درسته، مشکلی نداره، از اینکه قطع گرفتیم وی او رو به دست میاریم و به جواب میرسیم. اما اگر Q1 رو قطع گرفتیم و Q2 هم اشباه شده بود، فرضمون غلطه، باید Q2 رو اشباه بگیریم و Q1 تو نایه فعال قرار داره. یه بار دیگه توضیح میدم، تو این حالت دو تا اتفاق افتاد، Q1 به قطع رفت، Q2 به اشباه رفت، این دو تا امکان داره اتفاق بیفته. ما باید حالتی رو انتخاب کنیم که اون اتفاق دیگه ای نیفته، یعنی اگر Q1 به قطع داره میره، دیگه Q2 به اشباه نره، چون داریم مرز رو بررسی میکنیم. پس اگر Q1 رو قطع در نظر گرفتیم، باید Q2 رو بررسی کنیم که اشباه نشده باشه. اگر اشباه شده باشه، غلط در نظر گرفتیم، Q1 فعاله و Q2 اشباهه. الان حلش میکنم، متوجه میشید. فرض کنیم Q1 رو قطع، Q2 رو کاری نداشته باشیم، فعال باشه، مشکل نداشته باشه، Q1 قطع. اگر Q1 قطع باشه، یعنی فرض اول،
Q1 قطع. فرض کردم Q1 قطعه. گفتم اگر Q1 رو قطع فرض کردی دیگه Q2 رو باید فعال فرض کنی، اشتباه فرض نکن. خب Q1 قطع، Q2 فعال. خب اگر Q1 قطع باشه یعنی چی؟ یعنی ترانزیستور بنداز تو دیوار دیگه، جریان ازش نمیگذره. این که 0,01 میلی آمپر، این 0,01 میلی آمپر جریان اینجا چقدر میشه؟ 100 برابر، یعنی 1 میلی آمپر. خب اگه جریان اینجا 1 میلی آمپره، خب VO چقدر میشه؟ -5. درستی یا نه؟ VO شد -5 دیگه، چون 1 میلی آمپره، این جریانش 1 میلی آمپره، مدت از جهت برعکسه، پس VO میشه -5. خب VO رو به دست آوردیم، منتها باید Q1 با فرض اینکه Q1 قطعه، باید حالا Q2 رو بررسی کنیم ببینیم فعال هست یا نه. Q2 رو بررسی میکنیم، VO -5، یعنی اینجا -5، این چقدر بود؟ این هم -3 بود اگه یادتون باشه تو سوال خودمون. خب حالا که -3 هست، -5 منهای 3 چقدر میشه؟ میشه -2 دیگه، یعنی وی کلکتور امیترمون وی سی ای 2 میشه -2. خب کوچیکتر از 0.2، از خواهی میکنم وی سی ستمون صفره، کوچیکتر از صفره، پس ترانزیستور Q2 تو اشباه رفته. چون ترانزیستور Q2 تو اشباه رفته، پس فرض ما غلط بود که Q1 رو قطع گرفتیم. میام Q1 رو فعال در نظر میگیریم، Q2 رو اشباه میگیریم. Q1 فعاله. و Q2 اشباه. خب اگه Q2 اشباه باشه یعنی چی؟ یعنی اینجا صفره. اگه اینجا صفر باشه این -3 میفته رو VO، پس VO میشه -3. درسته؟ خب VO رو هم به دست آوردیم، -3. اگر اینجا نمودار رو بکشم، این -3، VO توالت DC صفر بود و اونم 5 بود. خب فاصله چجوریه؟ این فاصله 5 ولته، این فاصله 3 ولته، کدوم کمتره؟ خب این، پس مارک سوینگ 3 ولت. یه بار دیگه توضیح بدم قسمتش رو. ما اومدیم دستکاری کردیم VS رو، درسته؟ خوب گوش بدین، اصلا سخت نیست. ما اومدیم VS رو دستکاری کردیم، خیلی راحت VS رو که دستکاری کردیم، به این نتیجه رسیدیم Q1 امکان داره بره تو قطع، درسته؟ بعد ادامه که دادیم دیدیم امکان داره Q2 هم بره تو اشباه، پس این دو حالت امکان داره به وجود بیاد، درسته؟ خب اگر یکیش بود که مشکلی نبود، اون رو تو مرز، مثلا اگر فقط Q1 بود، Q1 رو تو مرز قطع میگرفتیم، VO رو به دست میوردیم، یا اگر فقط Q2 بود، Q2 رو اشباه میگرفتیم و VO رو به دست میوردیم. اما چون این دو تا هست، باید ببینیم کدومشون اول امکان داره اتفاق بیفته، این که به قطع بره یا به اشباه بره. خب شما یه فرضی بکنین، فرض ساده تر رو، مثلا من فرض کردم Q1 به قطع بره. وقتی Q1 رو به قطع فرض کردیم، Q2 یعنی فعاله، یعنی فقط فرض کردیم میخوام این کدومش اول اتفاق میفته، قطع رفتن یا اشباه رفتن. خب شما الان فرض کردین Q1 اول قطع میشه، پس Q2 هنوز فعاله. خب اگر Q1 قطع بشه یعنی این بره تو دیوار، VO رو به دست آوردیم -5، بعد وی کلکتور امیتر Q2 رو به دست آوردیم، دیدیم کوچیکتر از VC 100 شد، پس این خیلی وقت رفته تو اشباه. پس فرض اول ما که گفتیم Q1 قطع اشتباه بود، اول Q2 رفته تو اشباه، پس چون اول Q2 رفته تو اشباه، پس Q2 رو میگیریم اشباه و Q1 رو فعال میگیریم. اگر Q2 اشباه باشه این صفره و -3 قشنگ میفته روی VO، پس یکیش باید اول اتفاق بیفته اون موقع. یعنی اجازه بدین من اینجوری بهتون نشون بدم، شما اگر دقت بکنید ما یه قسمتی داریم اینجا، مثلا Q1 و Q2 فعالن، درسته؟ این خیلی منطقه خوبیه برای ما. بعد یه جا هست
رسیدیم به چی؟ اینکه Q1 فعاله، Q2 اشباع. اشباع منظورم مرز اشباع. تو حالت 3 چی رسیدیم؟ اینکه Q2 قطعه، دوستان میفهم Q1 قطعه، Q2 هم که اشباه دیگه اشباه تر هست. چی شد؟ ما اینو بررسی کردیم دیگه. خب تو حالت اول که Q2 فعال بود، بعد گفتیم حالت دوم، تو حالت بعدی گفتیم با این تغییراتی که دادیم امکان داره Q1 بره به قطع، Q2 بره به اشباه. اومدیم فرض کردیم Q1 قطع باشه، بعد دیدیم Q2 اشباه بوده. وقتی ما اینو قطع فرض کردیم، قطع منظور مرز قطعه. وقتی قطع فرض کردیم مثلا Q2 رفته تو اشباه، پس وقتی اینجوری یعنی Q2 زودتر اشباه شده، پس اینجا میره بعد، قبلش Q2 اشباه بوده و Q1 فعال بوده. امیدوارم منظورم رسونده باشم. پس اول Q2 اشباه میشه، خب ما اینو اشباه میگیریم، Q1 فعال، بعدم که Q1 قطع میشه دیگه اصلا به درد ما نمیخوره. ما وقتی رسیدیم به اینجا، این قسمت که Q2 اشباه شد، هنوز Q1 فعاله، دیگه یکم دیگه بریم بالاتر، چون Q2 کامل اشباه میشه دیگه به درد ما نمیخوره، چون وقتی برای ما مناسبه که همه ترانزیستورامون تو نایه فعال باشن. برای همینه که ما باید بگردیم پیدا کنیم کی زودتر از همه رفته توی حالت در واقع اشباه یا قطع. خب امیدوارم این قسمت استفاده کافی برده باشین. یکمی حالا شاید هنوز بحث جا نیافتاده، یکم تمرین حل کنید انشاءالله درست میشه. ما این قسمت ماکس سوینگ در واقع در قسمت تقویت کننده های توان بیشتر بحث میشه، برای همین اینجا به نظرم کافیه بحث رو خاتمه بدیم. اونجا مثال های بیشتری با هم بحث میکنیم، میبینید خیلی راحت حل میشه، اصلا نگران نباشید. فقط در انتهای این جلسه یه بار دیگه میگم، اگر یه ترانزیستور NPN داشته باشیم، وی اینجا رو زیاد بکنیم، وی اینجا کم میشه، وی اینجا زیاد میشه. به این نکته دقت داشته باشین، کمکتون میکنه. و اگر یه ترانزیستور PNP داشته باشیم، اسخای میکنم PNP داشته باشیم، این ترانزیستور PNP، اگر وی اینجا رو من زیاد بکنم، چون جهت جریان برعکسه، درسته، این کم میشه، این زیاد میشه. اگر اون اثباتی که من کردم متوجه شده باشین، خیلی راحت بررسی میتونید بکنید. میگم توی قسمت تقویت کننده های توان ما خیلی بیشتر با ماکسوینگ سر و کار داریم، اونجا خیلی بهتر و بیشتر با تست های بیشتر براتون حل میکنم. من صرفا خواستم اینجا یه دیدی نسبت به ماکسوینگ پیدا بکنیم، چون داشتیم بی جی تو دیگه تموم میکردیم، تا حالا در آینده که تقویت کننده های توان رسیدیم، هم این بحث تغییرات رو به طور کامل با تک تک ترانزیستور رو وقتی که ورودی ها جای مختلف باشه توضیح میدم، همین که بحث ماکسوینگ رو با سوال های بیشتر براتون حل خواهم کرد. امیدوارم از این قسمت استفاده کافی رو برده باشین. تمرین حتما یادتون نره زیاد حل کنید، تست های زیادی رو حل کنید تا به راحتی بتونید پیش برید. در پناه حق موفق و پیروز باشید.